به نام خدا، سلام. با قسمت 37 از آموزش زبان جاوا در خدمتتون هستیم. توی این قسمت میخوایم راجع به کلاس آبجکت صحبت کنیم. این یک کلاس از پیش تعریف شده توی جاوا هست به نام آبجکت. خب بذار اول من اینجوری بگم، از کلاس مسیج که داشتیم من میام یه دونه میسازم، نیو مثلا سندرشو مثلا میگم نه اینو نمیخوام، سندرش مثلا خب مثلا این کلاس ده. خب ببینید، من که متد ایکوالز نزدم واسه مسیج، نها کنید کل متد همون اینا که کانسترکتور اینا فیلد هست، کل متد همون این چهار هست. خب ایکوالو که ما نزدیم، اینجا هست، ریسیور زدیم، سندر زدیم، هش کد ما نزدیم ولی اینجا هست، تو استرینگ ما نزدیم اینجا هست، گت کلاس زدیم، گت کلاس رو نزدیم اینجا هست، اینو ما زدیم، گت ریپلای تو گت تایم خودمون زدیم، نوتیفای رو ما نزدیم، نوتیفای آل رو نزدیم، باز ویت رو نزدیم. میبینید اینجا یه چند تا متد هستش که ما نزدیم. خب پس چجوری اومد؟ ما گفتیم که یک کلاس متدای خودش و متدای پابلیک پدرش رو داره. خب پس وقتی که یه سری متد هست که ما نزدیم، پس احتمال میدیم که این باید یک کلاس پدری داشته باشه که حالا اینجا ما ننوشتیم. خب اون کلاس آبجکت یه دونه همینجوری ازش بسازیم. خب کلاس آبجکت به طور پیش‌فرض پدر همه کلاس ها هست. خب بریم یه نگاه به کدش بندازیم. خب همونطور که میبینید متد گت کلاس اینجاست و همونطور که میبینید فایناله، نمیتونیم عوضش کنیم، راجع به کیورد نیتیو حالا بعدا صحبت میکنیم دیگه. این همون هش کده که برای این متد ایکوالز، بعد کلون رو داریم که یه کپی برمیگردون از کلاسمون، بعد تو استرینگ رو داریم. اصلا کلون رو ببینم، پروتکت نیتیو، نوتیفای که دیدیم با هم، نوتیفای آل داریم که دوباره با هم دیدیم، ویت داریم و متد های دیگه، فاینالایز هم که هست. بعضی از اینا رو ندیده بودیم. خب بعضی ها رو نشونمون نداد، حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنیم چرا. ولی در کل این کلاس پدر همه کلاس هایی که توی جاوا ساخته میشن هست. همین مین خودش یک کلاس دیگه. من اگه بیام یه دونه مین ام بسازم، خب الان ام دات بزنم، میبینید دوباره اونا هست. حالا اینی که میگه void، یعنی ببخشید منسوخ شده و اینا، ولی همه اون متدا که توی کلاس چیز خوندیم هستش، به غیر از این main که متد استاتیکش.
خب اینم از درس امروز. چیز خاصی نداشت، فقط باید اینو میدونستیتون چون تو جلسه های بعد باهاش کار داریم. پس تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.